من یک گفتگوی تلفنی مستقیم دارم با آقای محمد مصطفایی، وکیل دادگستری در ایران که از ایران به ترکیه گریختند و اکنون در نروژ به سر میبرند. با سلام بر شما آقای مصطفایی. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه هممیهنان عزیزم که واقعا دلم برای ایران تنگ شده. از راه دور همه کسانی که تو ایران هستند و دستاش رو میبوسم. آقای مصطفایی، علت خروج شما از ایران چه بود؟ دلایلش رو ممکن هست بفرمایید؟ حقیقتا من هیچ وقت قصد نداشتم از ایران خارج بشم و اگر کسی قصد اینو داشت که بخواد به خارج از ایران بیاد، من مانع می شدم و می گفتم هیچ جا مثل ایران نیست برای کار کردن. ولی متاسفانه فضا رو برای من به قدری تنگ کردن که نتونستم اونطور که باید شاید بتونم خدمت بکنم و باز هم قابل تحمل هستش فضا تنگ کردن. ولی اون چه که من رو مصمم کرد من از ایران خارج بشم، صرفا دستور برخلاف قانون بازپرس شعبه دومه دادسرای شهید مقدس بود که ایشون برخلاف قانون حکم جلب من رو صادر کردن و به صورت خیلی عجیب و غریب و غیرقانونی همسر من رو بازداشت کردن. همسر من رو با قرار کفالت 6 میلیون تومانی به سلول انفرادی انداختن تا زمانی که خودم رو معرفی نکنم ایشون در زندان بمانن و 14 روز ایشون رو تحت اسارت قرار دادن و این هم من رو مصمم کرد که از جایی که بهش تعلق دارم به صورت خیلی دشواری خارج بشم و به کشور دیگری برم. همسر شما که در حال حاضر آزاد هستن؟ بله، در حال حاضر خوشبختانه ایشون آزاد هستن. شما به اون فشارهایی که به شما وارد آوردن میشه به طور خیلی خلاصه اشاره بکنید شما در چه تنگنایی قرار گرفته بودید؟ ببینید، من واقعیت اینه که خیلی من در ایران در تنگنای به اون شدت و حدت قرار نداشتم. چرا؟ بازداشت شدم، مملول خروج شدم، چندین بار در مورد کارهایی که داشتم احضار شدم و بازجویی دادم، ولی باز هم اینها باعث نمیشد که من بخوام خسته بشم. حقیقتا اون چیزی که خدمتون عرض کردم باعث شد که من بیام بیرون و الا نه دوست داشتم که جای کشوری برم، نه از وضعیت مالی بدی برخوردار بودم که نتونم ازش استفاده بکنم. این مسائل بود و الا دوست داشتم بمونم. ولی حقیقتا دادرسی که در حال حاضر در کشور ما وجود داره برای یک وکیل دادگستری میشه گفت غیر قابل تحمل است و سخت هست در جایی مشغول کار بشه که قاضی های اونجا، بازپرس ها و دادیاران از قدرتی که بهشون داده شده سوء استفاده بکنن و سلیقه های شخصی خودشون رو به جای اعمال قانون در پرونده های مختلف به کار بگیرن، به خصوص پرونده های امنیتی. شما ببینید چه انسان های بیگناهی که در حال حاضر در بازداشتگاه های امنیتی به سر میبرن و چه آدم های بیگناهی که در به اعدام محکوم شدن. من صدها پرونده رو وکالتشون رو به عهده گرفتم و شاهد این هستم که متاسفانه اون چه که در دادرسی و در دادگاه های کشورمون رخ میده به صورت کاملا غیر منصفانه و غیر عادلانه است. که امیدوارم که کسانی که قدرت رو در دستشون دارن یک مقداری به خودشون بیان و توجه بیشتری به حقوق مردم بکنن. آقای مصطفایی، شما وکالت خانم سکینه آشتیانی رو که به سنگسار محکوم شدن و همچنین خانم هنگامه شهیدی، روزنامه نگار و تعدادی از نوجوانان زیر 18 سال رو که همکنون در زندان به سر میبرند بر عهده داشتید. با خروج شما از ایران کدام یکی از وکلا، کدام یکی از همکاران شما این مسئولیت رو بر عهده خواهند گرفت و به طور کلی وضعیت این تعدادی که نام بردم به چه شکلی خواهد بود؟ خوشبختانه همکاران عزیزی رو من در کشورمون دارم. عده‌ای از همکارانمون کمپینی رو تشکیل دادن و
قرار بر این شده که اونها پرونده هایی که من در ایران دارم رو وکالتش رو به عهده بگیرن و در مورد هر پرونده‌ای که دارم کار بکنن. ولی متاسفانه امروز شنیدم که مامورین امنیتی به دفتر کارم مراجعه کردن، دفتر کارم رو، درش رو بدون اینکه حالا کسی داخلش باشه باز کردن و فکر میکنم که یک سری از اموال و مدارک که من از اونجا بردن و درب دفترم رو متاسفانه پلم کردن و این برای من واقعا جای تعجبه که چرا اجازه نمیدن کسان دیگری حتی به پرونده‌های موکلینم دسترسی پیدا بکنن و بتونن اون به اونها کمک بکنن. آقای مصطفی، سپاسگزارم از اینکه این فرصت رو به صدای آمریکا دادید تا با شما ما این گفتگو رو انجام